درود فراوان به همراهان خوب کانال فیتنس روزانه. خیلی خوشحال هستم که دوباره در کنارتون هستم. امروز مطلبی تهیه کردیم درباره خواص سرکه بالسامیک، نوعی سرکه به رنگ قهوه‌ای تیره و یک چاشنی ایتالیایی که با استفاده از آب انگور تخمیر نشده تولید میشه. سرکه بالسامیک از آب نوعی خاصی از انگور شیرین که جوشیده شده و کاملا پخته شده است تهیه میشه و فرایند تهیه اون با بقیه انواع سرکه تا حدی متفاوته. این نوع سرکه در دو نوع صنعتی و سنتی ساخته میشه که نوع سنتی اون دارای خواص درمانی بسیاریه. به طور کلی ماده اولیه سرکه بالسامیک انگور سفیده. البته در تولید اون میشه از میوه هایی مانند سیب، گیلاس، گلابی و زردالو هم استفاده کرد. خاصیت اول، سرکه بالسامیک دارای گروهی از آنتی اکسیدان هاست که به اونها ترکیبات پلیفنولی گفته میشه. ما حداقل 8 نوع آنتی اکسیدان پلیفنول در سرکه بالسامیک داریم. پلیفنول ها رادیکال های آزاد تولید شده در بدن را خنثا می کنند و تمامی انواع اون ضد سرطان هستند و در نتیجه عملکرد سیستم ایمنی بهبود می یابد. از این رو سرکه بالسامیک میتونه خواص ضد میکروبی و ضد عفونی کنندگی داشته باشه. در قدیم از این نوع سرکه برای درمان عفونت های ویروسی و باکتریایی و ضد عفونی کردن زخم ها استفاده میشده. این سرکه دارای خاصیت ضد قارچی هم هست و به ویژه در خانم هایی که مبتلا به عفونت دستگاه تناسلی و مجرای ادراری هستند میتونه به پیشگیری از شدت یافتن این نوع عفونت کمک کنه. از طرفی وقتی این پلیفنول ها وارد معده میشن، معده را تحریک به ترشح اسید میکنن و به هضم مواد غذایی به ویژه پروتئین ها کمک میکنن. در نتیجه توصیه میشه اگر غذاهای گوشتی مصرف میکنید، برای هضم راحت تر گوشت سرکه بالسامیک بخورید. خاصیت دوم، سرکه بالسامیک از انگوری تهیه میشه که این نوع از انگور حاوی گروهی از فلاونوئید هاست. این گروه از فلاونوئیدها به علت داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی میتونن عملکرد ضد پیری سلولهای بدن، ضد سرطان و ضد بیماریهای قلبی و عروقی رو داشته باشن. خاصیت سوم، همه انواع سرکه چون اسید استیک دارن تا حدی به کاهش چربی خون کمک میکنن و سبب کاهش کلسترول و تریگلیسیرید در افرادی میشن که چربی خون بالایی دارن و یا مستعد ابتلا به چربی خون بالا هستن. نکته دیگه این که تمامی انواع سرکه از جمله سرکه بالسامیک سبب کاهش اشتها میشه و میل سیری رو القا میکنن. بنابراین اگر شما این سرکه را با سالاد و یا غذاهای سرد مصرف کنید، تا حدی اشتهای شما کاهش می‌یابد و مصرفش یکی از راه‌های مؤثر برای کم کردن وزن در افرادی که رژیم کاهش وزن دارند. این چاشنی خوشتم برخلاف مواد دیگه مثل کره و مایونز فاقد چربیه. پروبیوتیک های موجود در سرکه بالسامیک باعث سیری فرد در طولانی مدت میشه. همچنین مصرف این سرکه میتونه به مرور موجب پایین آوردن فشار خون بالا هم بشه. توی کانال آشپزیمون امروز یک فینگر فود سبزیجات رژیمی براتون درست کردیم که میتونید در این آموزش یک نمونه طرز استفاده از سرکه بالسامیک رو ببینید. شما میتونید از این فینگر فود سبزیجات سالم حتی در وعده عصرانه هم استفاده کنید. لینک این ویدیو در قسمت توضیحات و در قسمت کامنت ها برای شما عزیزان گذاشته شده. خاصیت چهارم، سرکه بالسامیک در محیط معده حالت اسیدی ایجاد میکنه. به طور معمول در افراد جوان و سالم محیط معده به اندازه کافی اسیدی هست، اما در افرادی که به هر علت ترشح اسید معده اونها کاهش یافته، مانند افراد سالمند یا کسانی که قسمتی از معده اونها با عمل جراحی برداشته شده، استفاده از این سرکه به اسیدی تر شدن محیط معدهشون کمک میکنه و در نتیجه فرایند هضم و جذب بسیاری از مواد غذایی بهبود مییابه. همچنین این محیط اسیدی جذب عناصری مثل کلسیم و آهن را افزایش میده. بنابراین کسانی که دچار کمخونی و فقر آهن هستند میتونن همراه با گوشت قرمز مختصری سرکه بالسامیک استفاده کنن تا جذب آهن گوشت افزایش پیدا کنه.
خاصیت پنجم، در برخی منابع دیده شده که در سرکه بالزامیک یک سری ترکیبات وجود داره که میتونه میزان حساسیت به انسولین رو در افراد بالاتر ببره. یعنی اینکه باعث میشه انسولین بهتر در بدن عمل کنه و قند رو به داخل سلول ها هدایت کنه و در نهایت برای کنترل قند خون در افرادی که دیابت دارن و یا در مرحله پیش از دیابت هستند مفید واقع بشه. در واقع این سرکه اثرات ضد گلیسیمی داره و باعث میشه بعد از صرف وعده‌های غذایی قند خون فرد بیش از حد بالا نره و سطح اون پس از 5 ساعت به حالت طبیعی برمیگرده. این چاشنی ما نمیشه که قند خون شما ناگهان بالا بره. بنابراین برای افراد مبتلا به دیابت مناسبه. خاصیت ششم موجب گوارش بهتر و درمان ریفلکس معده میشه. اسید استیک موجود در سرکه بالزامیک ترکیبی فعال و دارای پروبیوتیک که میتونه به هضم غذا کمک کنه. پروبیوتیک یا همون باکتری مفید سلامت روده رو افزایش میده و به هضم غذا کمک میکنه. در این حال کل عملکرد سیستم ایمنی بدن رو هم بالا میبره. با مصرف سرکه بالزامیک میتونید از بازگشت اسید معده به مری و سوزش معده پیشگیری کنید. البته این درمان برای همه مناسب نیست. بنابراین ابتدا بهتره مقدار کمی از این سرکه رو مصرف کنید و ببینید آیا علائم سوزش سر دل شما بهتر میشه یا خیر. خاصیت هفتم باعث بهبود گردش خون میشه. این سرکه حاوی پلی‌فنول هاییه که میتونه سیستم گردش خون در بدن رو بهبود بده. این سرکه به دلیل اینکه از انگور تهیه میشه میتونه جلوی حملات قلبی رو بگیره و از ایجاد پلاکت در رگهای خونی پیشگیری میکنه. به همین دلیل قرن هاست که مردمان بومی کشورهای مدیترانه‌ای این سرکه رو شفابخش و ضد پیری میدونن. خاصیت هشتم موجب سلامت پوست میشه. سرکه بالزامیک حاوی ترکیبات ضد میکروبی، اسید استیک و آنتی اکسیدانه. این ترکیبات میتونن به مرور زمان رنگ و روی چهره فرد رو بهبود ببخشن. همچنین از این سرکه میشه برای درمان آکنه به صورت موضعی استفاده کرد. البته این کار میتونه موجب ایجاد لکه بشه، پس بهتره این سرکه رو در رژیم غذایی خودتون بگنجونید تا موجب تمیز و روشن شدن پوست شما بشه. خاصیت نهم گرفتگی بینی رو برطرف میکنه. با افزودن کمی سرکه بالزامیک به آب جوش و تنفس بخار اون میتونیم گرفتگی بینی رو برطرف کنیم. و اما چند نکته احتیاطی. با همه خواص ارزشمندی که این نوع سرکه داره، مصرف افراطی اون به مرور زمان به دلیل بالا بودن میزان اسیدیته زخم‌هایی رو در ناحیه دهان و مری ایجاد میکنه و سبب کاهش پتاسیم خون میشه که میتونه ناراحتی‌های قلبی رو ایجاد کنه. همچنین مصرف بیش از حدش و این اسیدی شدن خون موجب پوکی استخوان هم خواهد شد. همچنین افرادی که دارای اسید معده بالا و زخم معده هم هستند، استفاده از این سرکه توصیه نمیشه. پژوهشگران طب سنتی اظهار کردند هر 100 گرم از سرکه بالزامیک دارای مواد معدنی زیره و حداکثر مقدار مصرف اون در روز 3 قاشق غذاخوری به همراه روغن زیتون همراه با سالاده. خوشحال هستم با من همراه بودید. امیدوارم ویدیوی مفیدی بوده باشه. فراموش نکنید ویدیوی ما رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. سالم، قدرتمند و شاد باشید. به امید دیدار در یک ویدیوی دیگه.